چند تا دارم بالای 100 نفر. اولین نگاهی این است که یه چرخ می‌زنی او 100 نفر 200 نفر حتی اونجا هستن. اولین نگاهی که می‌کنین که نگاه کن ببین تو کدومشون یه چیز مشترک به خودت می‌بینی، چه در نوع پوشش، چه در اینکه یه وقت چهره‌اش جا آشنا برات بیاد که قبلا جایی دیدی، چه در اینکه تیپ یارو آیا مناسب اون هم فکرایی که تو هدفی که آماده کردی برای این ممکن است تیپش مال همون داستانی باشه که تو دنبالش هستی. حالا بس بیزنست بعضی وقتا نگاه میکنی مدلی که طرف داره با دیگران حرف میزنن در نظر میگیری، اینا رو همه هی نرو داون میشه، یعنی تعداد از اون 100 نفر میرسه به 10 نفر اولیه که البته میریم جلوتر ما یه سری تکنیک های دیگه هم بهتون میگم. آدمی نباشین که بری یه گوشه وایسین. ببین حتی اگر خجالتی هستین جلوتر ما یه سری بهتون فرمولای رو میدم برای خجالتی بودن، ولی اصل مهم این کار این است که آدم اتصالی باشین، آدمی که میره حرف میزنه، آدمی که میره فوقش این است که یه دونه لبخند بزنید به افراد. با یه لبخند ساده اولین کامیونیکیشن ایجاد میشه، هر کسی در رد میشه یه خب این چطور این لبخند، این ماجرا رو برای شما باز میکنه در این جهت که اولین آی کانتکت ایجاد بشه و اون یخ اولیه شکسته بشه، به خصوص برای کسانی که زیاد اهل ارتباط نیستن. به جایی که تمام آشنای خودتون رو تو فضا پیدا کنید، آشنای خودتون رو که میشناسین، آشنای خودتون رو اول چطوری خوبی دست بده، برو نفر غریبه رو پیدا کن. دنبال فقط آشنای خودتون نباشین، آشنای خودتون رو فقط به عنوان وارم اپ استفاده کنید، یعنی گرم کردن خودتون. با آشنایی که تو فضا میبینید که شما رو میشناسن، هر چی که بیشتر وقت بذاری بیشتر داری از اصطلاحا لوز میکنی، یعنی داری از دست میدی، داری شما رفته اونجا که برای یه هدفی یه سری اهداف رو برای خودت نقشه‌شو کشیدی به اون برسی. حالا اگر اون آدم هایی که میشناسی از قبل رو ببینی که حالا برای دسترسی بهشون ساده است، یا میشناسی به معنی که نزدیکم را دسترسی برات شده است، نه اینکه مثلا تو روزنامه میدونی آدم کیه و مثلا نری سراغش، نه، دسترسی این آدمایی که نزدیکان شما هستن یا دوستان شما هستن برای شما همیشه ساده است و اونجا برای اونا وقت نذارید، فقط چطوری خوبی و برو نفر بعدی. یکی از روش‌هاش هم البته استفاده از همون آدم‌هاست، چون هر کسی ممکنه برای خودش آدم‌های دیگه رو بشناسه و از اون دوستت بخوای که اون آدم‌هایی که می‌شناسه رو به شما معرفی کنه و شما رو وصل کنه به آدم‌هایی که می‌شناسه، تو اون کسان شک نیست. ولی هر چیزی رو در فضا برای خودتون ابزاری بکنید برای ارتباط با آدم‌های غریبه و نفر بعدی. پس یه آدمی باشید اصطلاحاً کانکتر، نه اینکه برید و یه گوشه وایسین و آدم‌ها رو نگاه کنید ببینید بقیه دارن با هم چیکار می‌کنن. خب این کارا که میتونید برید توی فیسبوک فضولی بکنید و برید تو اینستاگرام عکس‌های بقیه رو ببینید و وقتتون رو بذارید برای این داستانا. اگه میرید توی همچین فضایی با اون نقشه‌ای که قبلاً کشیدی، با اینکه می‌دونی اومدی برای چه هدفی اومدی، یکی از اصلی‌ترین قدم‌هایی که باید برداری چیه؟ ارتباط برقرار کردن با افراد بعد. زمانی که یه افرادی رو میرید ملاقات دارید میکنید، خب دارید میرید یه آدمی رو به طور مشخص در وهله اول ببینید، همون اول همونطور که به شما گفتم نپرید تو بحث و پروداکت یا سرویسی رو که خودت داری رو بخوای بهش عرضه کنید. اول مقدمه‌ای رو بریم کوتاه، نه مقدمه طولانی، وقت زیاد نیست، تعداد آدم زیاده، اونجا یه عالمه آدم می‌خوایم ببینید، نه یا یه عالمه همون اول بسم الله نکار بگو که من فلانی هم تو فلان کارم، اینم شغلم و این مشخصات، خوشحال شدم خداحافظ شما، خب این جواب نمیگیری. سعی کن یه مشخصه های اولیه از اون آدم با یه کامیونیکیشن اولیه مقدمه چینی بکنی، یه مقدمه ای از خودت آماده کرده باشی از قبل، یه مقدمه ای که بسیار کوتاه در یه زمان بسیار کوتاه یک دقیقه ای بتونی بیای بگی که من کیم. اون مقدمه اول رو میگی من مجتبی ساریخانی هستم، کارم اینه، در فلانجا کار میکنم، توی سیستم جایگاه سوخت درگیر هستم، خیلی خوشحال که ما داشتنید، شما میتونم اسمتون رو بدونم چیه. از یه مکالمه شاید کمتر 20 ثانیه یه اینتروداکشن اولیه از خودتون آماده میکنید. پس یکی از چیزایی که از قبل خودتون آماده کردین برای همچین چیزی که چطوری در کمتر از 10-20 ثانیه بتونیم خودمون رو معرفی کنیم، یه دقیقه خیلی زیاده، در کمتر از 10-20 ثانیه خودمون رو بتونیم معرفی کنیم به افراد و بگیم که من کیم. به محض اینکه میگیم من کیم،
پشترش میتونی، یعنی درست معرفی به جایی که فقط بگی که من مشتبه هستم، میگی که من مشتبه سایخانی هستم، در سیستم جایگاه سوق کار میکنم، خیلی خوشحالم از آشنایی شما، میتونم اسمتون رو بپرسم. طرف اسمشو میگه، ممکن کارش هم به خاطر اینکه تو کارت ببین روشی که تو داری خودتو معرفی میکنی به طرف آیدیا میدی که چطوری خودشو معرفی بکنه بهت. بعضی وقتا همون قانونی که تو رعایت کردی و عیناً اون رعایت میکنه بهت برمیگردونه. پس دقت کن چطوری خودتو معرفی میکنی که بتونی اون چیزی که دوست داری از طرف به دست بیاری، ببینی اون طرف چقدر به درد کاری که تو میکنی میخوره. بعد از این مرحله یه وارماپ اولیه است، به قول رایان میگه رفتار متقابل، یه وارماپ اولیه، یه گرم کردن اولیه است و بعد از این گرم کردن اولیه میری سر اون هدفی که داری، اون پروپوز اولیه که نقشه اولیه که داری رو میبری جلو که ببینی که طرف چقدر، اگر دیدی که واقعا مناسب کاریست که شما دنبالش هستی و میخوای باش کاری بکنی، اون کامیونیکیشن رو اون رو ادامه میدی و میبریش به سمت محصول یا پروداکت و اون سرویس هایی که داری. حالا محصول پروداکت و سرویسی رو خودتو که میخوای عرضه کنی نباید یه آدم پوشی باشی، نباید فشار بیاری به طرف. شما کار تو اون جلسه این است که معرفی کنی خود سرویس ها و محصولی که داری رو، حالا باز با اون هدفی که برای اونجا چیدی. مثلا اگه رفته باشی برای استخدام، خب مدلی که داری با آدم صحبت میکنی یا برای اینکه نیرو به تیم اضافه کنی، خب مدلی که داری معرفی میکنی باید معرفی سرویس و پروداکت به این شکل باشه که برای اون طرف آخرش به این نتیجه بهش برسه با یه کامیونیکیت سریع که من اینا رو به تو دارم میگم که تو مثلا بیای تو بخش مثلا مارکتینگ با من کار کنی. یعنی مشخصا بگی که برای چی داری این آدمو میخوایش، جا اشاره کنی غیر مستقیم، ولی بگی که کلیرلی برای چه کاری داری حرفا رو میزنی. بعد که این حرفا رو زدی، یعنی اون هدف اون مقدمه چینی اولیه رو کردی، وارم اپو کردی، محصول یا اون سرویسی که مد نظرت توضیح دادی، هی فشار به یارو نمیاری، طرف یه حرفی به شما میزنه، شما یه حرف میزنی، با هم دیگه به نقطه میرسین، کارت رو عدو بدل میکنی، کارتشو میگیری، مشخصات ازش میگیری، اگر دیدی که مناسب اون چیزیست که میخوای باهاش یه همکاری داشته باشی، بدون اینکه فشار بیاری. یکی از یه گروه از آدم ها هستن که اینا به جایی که خیلی خوب حرف میزنن، خیلی خوب ارتباط برقرار میکنن، هی حرف رو ادامه میدن، پوشی هستن، یعنی میرن فشار میارن به آدم ها که با فشار طرف رو اصرار میکنن که اون حرف اینو حرف خودشون رو به اینا بقبولن. یعنی بعد از اینجایی باید میرمیسن یا به بحث ختم میشه یا به طرف یه سکوت میکنه. در هر دو صورت شما باختین و هیچ نتیجه اونجا نگرفتین. باید گفتگو اتفاق بیفته. باید شنونده خوبی باشی. انتظار اگه داری حرفت گوش بدن، پس بنابراین در وهله اول شنونده خوبی هم باش. نه تنها پوش نمی کنی حرفت رو، به زور نمیخوای فشار بیاری، بلکه گوش کن. وقتی شنونده خوبی هستی، طرف متقابل همون رفتار متقابله، طرف هم به همون نسبت به حرفت گوش میده. حالا چون باید تایم منیجمنت داشته باشی در یه فضای ایونت و اگر دیدی که از یه اندازه‌ای داره مثلا اون حجمی که داری گوش میدی زیاد میشه، اونو منیجش کن. شروع کن توی بحث اومدن با خیلی کلمات کلیدی رو از تو حرف طرف بکش بیرون، بگو هو پس اونجا منظورت این بود، اینجوری حرف رو قطع کن که از روی حالت کشدار شدن خارج بشه، ولی باز شنونده خوبی باش که بتونی حرفت رو به طرف بزنی، یعنی طرف برات حرفت رو گوش بده. پس یکی از قوانین این قضیه این است که شنونده خوب بودن در یه مکالمه‌ای که میره آدم با دیگری حرف میزنه، زمانی که داری با اون حرف میزنی و شنوندش هستی، خودتو آماده کردی برای اینکه، یعنی اگر میدونی که اون کسیست که به اهدافی که تو تعریف کردی مناسبه برای اهداف تو و میخوای باهاش یه کاری انجام بدی، میای چیکار میکنی؟ میای به طرف چیز میدی، میای به طرف حرفای خودتو یواش یواش میزنی، البته مسلماً اینا رو از قبل حاضر کردی. اون جدت به شما میگم که در اونجا اومدیم گفتیم در 10-20 ثانیه خودتو معرفی کردی، اینجا در ماکسیموم 1 دقیقه هر آنچه که داری میذاری رو میز، در ماکسیموم 1 دقیقه باید افراد بفهمن که چه اتفاقی افتاده و شما کی هستی و بعد تبدیلش کنی به یه مکالمه دو طرفه، ببینی که تا چه اندازه طرف اینترست علاقمند به حرفی که تو میزنی و میشه ادامه داد. وقتی میبینی که اینترست نیست یا مناسب اون آدم نیست، الکی فشار نیار و فقط یه کانتکتی رد و بدل بکن، اون مشخصات رو بگیر،
بگو خیلی خوشحال شدم هستم اینجا دوباره میبینمتون و میری نفر بعد. توی مکالمه که با یه نفر شروع میکنیم حتما 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 فوکس باش رو حرفی که اون میزنه، فوکس باش تو اون مکالمه ای که داره اتفاق میفته، هیچ چشاتون ندوه دنبال این که آقا کی داره از پشتش رد میشه، کی اون ته داره معلق میزنه، کی رفته تو خط کی، کی داره چی کار میکنه. به جایی که هی نگاهتون اطراف باشه، هر کسی وارد شد یا همه چشاتون با اونو حرکت کنه، فوکس کن رو اون شخصی که داری صحبت میکنی، نگاهش بکن، قشنگ نگاه کن که بدونه که شما داری اهمیت میدی به اون آدمی که داری باهاش صحبت میکنی. وقتی به اون اهمیت میدی، رایان چی میگه؟ رفتار متقابل. به اون اهمیت میدی، اهمیت رو میگیری. کمتر پیش میاد که شما به یه نفر قشنگ فوکس باشی، حرف بزنی، اون هم برعکسش بخواد بیشعور بازی در بیاره، مثلا اینجا رو نگاه کنه، آسمون رو نگاه کنه، کمتر پیش میاد. اگر هم این آدم بیشعور بود که احتمالاً به درد کار شما نمیخوره، واسه اون زیاد وقتتون رو برش ندارید. یا اگر واقعا نیاز بهش داشتی و اینقدر اون آدم بیشعوری بود کماکان شما نیاز داشتی، خب بس دیگه تحمل کن بیشعور بازی طرفو و ادامه ماجرا بده. سعی کن با همین چیزی که الان رایان دوباره بهمون گفت، با ارتباط چشمی که با طرف برقرار می‌کنی اون ارتباط رو ادامه بدی. همینجوری روبرو داری با طرف حرف میزنی، اون هم داره تو رو نگاه میکنه. زمین رو نگاه نکن، آسمون رو نگاه نکن، چشتو ننداز زمین. اون به سبک اون 20-30 سال پیش وقتی میرفتن با این نفر صحبت میکردن، سرش طرف میداخت پایین که مثلا بگیم بچه مؤدبی، هم هیچ جذابیتی نداره. در مکالمه باید یه آی کانتکت همیشه وجود داشته باشه که این آی کانتکتی که حس مثبتی به طرف روبروی شما میده و طرف روبروی شما با شما ادامه مسیر حرف رو میده. تون زمانی که با طرف در حال صحبت هستی و این فوکس رو به طرف نشون میده، این آی کانتکت رو نشون میده و اون طرف هم با شما ادامه مکالمه رو انجام میده و گفتیم پوشش نمی کنی و به این نتیجه رسیدید که طرف داره میخواد با کار بکنه یا حالا به فرض کار نمیخواد بکنه، شما مکالمه تو خیلی تمیز جمع میکنی، خیلی مرتب از مکالمت سعی میکنی بیای بیرون، نه اینکه فقط هول هولکی آه خیلی خوشحال شدم میبینم بیتون. نه، سعی کن فکر کنه که تمام اون زمانی رو که اون حس میکرده که برای اون لازم بوده بذاری گذاشتی. حتی اگر با اون آدم دیگه کاری نداری، هر کسی تو این دنیا ممکنه در یه نقطه‌ای به درد شما بخوره و برای شما کاری بکنه، یا حتی میتونه تاثیرگذار باشه در آدم‌های دیگری که میخوان با شما کار بکنن. خیلی وقت ممکنه یه آدم مستقیم به درد شما نخوره اما غیر مستقیم به درد شما بخوره. پس بنابراین هیچ کسی رو دست کم نگیرید. با هر کسی به اندازه لازم براش وقت بذارید، یعنی به اندازه لازم به این معناست که تو آشپزی میگم به اندازه لازم نمک و فلفل، این به اندازه لازم تعریف مشخص نداره. بر اساس فضا نگاه میکنید چی لازمه، به همون اندازه براش وقت میذارید. ولی اگر قرار شد که جلسه رو جمع بکنید، هول هولکی جمعش نکن. سری با ایجاد یه دونه از تو کلمات طرف یه کلمه رو بکش بیرون که اون کلمه رو بتونید تبدیل به بستن مکالمه بکنید. ببین چه کلمه ای میتونه به درد بخوره که مکالمه رو ببندی. وقتی که مکالمه رو می‌خواستی ببندی، دست میدی با طرف، دست رو فراموش نکنید، خیلی خوشحال شدم و ازش جدا میشی. زمانی که داری جدا میشی، هول هولکی جدا نمیشی، قشنگ خیلی مؤدبانه میری به سمت رو نگاه میکنی و از اون شخص جدا میشی، میری به سمت دیگه. شیک هند، چه در ابتدای قضیه که داری طرف رو میگی، چه در انتهای اون، سعی کنی قانون شیک هند رو رعایت کنی. این یه فیلینگ میده و زمانی که داری شیک هند میکنی، تو چشم طرف نگاه کن، خیلی خوشحال شدم دارم شما رو میبینم، یا همون زمانی است که دقیقاً از همین فرصت استفاده میکنی، همون جایی است که خودت داری معرفی میکنی. یادتونه موقعی که گفتم داشتی معرفی میکردی، در همون 10-20 ثانیه اون شیک هند رو داری، من اشاره کردم با دستم، داری شیک هند رو انجام میدی و همون از همون زمان استفاده میکنی، زمانت رو لوز نمیکنی، الکی ویست تایم نکنی، الکی زمان رو از دست ندین برای هیچ و بوش. سعی دست نده تموم شه بعد دست بده بگو من فلانی ام، من مشتبه تاریخانی هستم با این مشخصات. همون لحظه که داری دست میدی راید وی، در همون لحظه که داری دست میدی خودتو معرفی کن که از زمان استفاده کرد، و در همون جا هم ممکنه طرف خودشو معرفی کنه بتونی، یعنی در یک فاصله زمانی که داری یه حرکتی از اون جلسه اتفاق میفته، یه بخشی از جلسه جلو رفته و شما چیزی رو از دست ندادین.
توی یه دونه نتورکینگ وقتی میرین در مورد بادی لنگویج بچه های اشاره کردن رایان، بادی لنگویج بخشی از همون حرف هاییست که الان زدیم. به همدیگه نگاه میکنید، شیک هند میکنید، سر پا که وایسادی هی از خودت بی حوصلگی نشون نمیدی که روبروی طرف سر پا وایسادی، هی از این رو به اون رو میشید، چشمات رو هی این برابر نمی کنید دنبال افراد. اینا بخشی از همون بادی لنگویجه. هی زیاد تکون اضافه تر نخورید که طرف اصلا یادش بره داره موضوع چی میکنه، هی فوکسش از بین بره و هی نگاه کنه به حرکات شما. از خودتون چیزهایی نشون ندید که تبدیل بشه به یه تیک شما در ذهن اون که بگه آقا تو تیکی داری در این زمینه مشخص. این بحث بادی لنگویجیست که در اینجا حالا به همین اندازه براش کافیه. وقتی میرید توی فضایی قرار میگیرید مثل نتورکینگ یا جایی میخواییم شما رو ببینن، از یاد باشه که شما دارید میرید دیگران رو ببینید، اونها هم شما رو میبینن، اونها دارن شما رو میبینن، اونها دارن نگاهشون به شما هست. شما زمانی که میری یه جا میشینی آدمی نباشید که اینجوری ولو میشه، شل میشه، پاهاشو باز میکنه، نمیدونم اینجوری میکنه. یه عالمه آدم بدونید که شما بدونید دارن شما رو میبینن. از شانستون دقیقا همون کسانی رو که دارید میرید نشونه بری باهاشون طرف بشی، همون کسانی باشن که اگر این رفتارهای شلوول شما و پاهای باز کرده دیدی پاها رو بعضی باز میکنن ولو میشن و از این حرفا، این رفتارهای شما رو اگه دیده باشن، اینجا خونه خاله نیست، اینجا جاییست که شما داری خودتو پریزنت میکنید. در نقاط مختلف بحث امروز پریزنت کردن خودتون رو هی به روش های مختلف بهش برمیگردیم. حتی زمانی که کسی با شما کاری نداره و شما در یک گوشه هستین، مطمئن باشین یه سری نگاه به سمت شما هست که این نگاه ها ممکنه دقیقا همون نگاهی باشه و بعدش قرار شما برید اینا رو نشون